در حالی که جمهوری اسلامی مدعیه که با یک سری اقداماتی تونسته به اصطلاح خودشون پروژه منزوی کردن جمهوری اسلامی رو خونسا بکنن، سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار گزارش مفصلی از تداوم جنایت و سرکوبگری های جمهوری اسلامی خواهان دستگیری و بازداشت عوامل این سرکوب ها هست در ایران. در برنامه پاسخ این هفته میخواییم به این دو روند یا این دو موضوع بپردازیم. من حسن صالحی هستم به اتفاق دوست همکارم نگار نادری با حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران به گفتگو می نشینیم. همین تقوایی، ماهای آغاز انقلاب زن زندگی آزادی ما شاهد برخورد دولت ها، نمایندگان پارلمان ها، سیاستمداران، شخصیت های مختلف علیه جمهوری اسلامی بودی، محکومیت جمهوری اسلامی، حمایتشون از انقلاب زن زندگی آزادی، و در ادامه این ما شاهد بودیم که حتی جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام سازمان کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کردن، در کنفرانس مونیخ راش ندادن و اقدامات نظیر این، ولی این تداوم پیدا نکرد و الان با فروکش تظاهرات خیابانی به هر حال اینها اما سیاست مماشات و سازش پیشین خودشون رو با جمهوری اسلامی از سر گرفتن و اخیراً خبرگزاری فارس از روابط و مناسبات جدید با دولت‌های مختلف دنیا، دولت‌های غربی و مسئله اسدالله آزادی، اسدالله اسدی تروریست جمهوری اسلامی از بلژیک و تجدید رابطه با عربستان و همینطور پذیرش جمهوری اسلامی در پیمان بریکس اشاره کرده و نتیجه گرفته که پروژه منزوی کردن جمهوری اسلامی به شکست رسیده. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. خب قبل از هر چیز باید بگم که نفس چنین نوشته ای از جانب خبرگزاری رسمی و دولتی جمهوری اسلامی خود این نشون دهنده وضع کاملا بحرانی و مستصل حکومت هست. یک حکومتی داره به این افتخار میکنه که منزوی نشده در سطح جهان، یا تلاش مخالفینش برای منزوی کردنش به نتیجه نرسیده. حالا اینکه چقدر واقعا اینطوریه بحث دیگری است، ولی نفس همین ادعا نشون میده وضع حکومت واقعا به چه موضع دفاعی افتاده که دلشو به این خوش کنه که من لااقل منزوی نیستم. اما مسئله چیه؟ به طور واقعی جمهوری اسلامی در اثر این انقلاب تشت رسواییش از بام ها افتاد، واقعا در دنیا افشا شد. جنایت هایی که در تاریخ بشری سابقه نداشته، اینها همه رو شد و به همین خاطر بخش زیادی از آزادی خواهان، از نیروهای مترقی، از حتی شخصیت ها و چهره های دولتی و حکومتی، نمایندگان پارلمان عکس العمل نشون دادن، اعتراض کردن به جمهوری اسلامی و در کنار انقلاب زن زندگی آزادی قرار گرفتن و شعار زن زندگی آزادی جهانی شد و در ستون گسترده به حمایتش بلند شدن. خب این رو نمیشه از تاریخ پاک کرد، چون الان مقداری تظاهرات های خیابانی و تجمعات فروکش کرده و جمهوری اسلامی تونسته به نفعی با جنایت هایی که انجام میده لااقل فعلا ابعاد خیابانی اعتراضات رو کمتر بکنه، این به این معنا نیست که بنابراین در سطح جهانی همیشه سر جای اولش برگشت و حالا نه خانی اومده به سال، نه خانی رفته، هیچ اتفاقی نیفتاده. اینطور نیست. این را بگم که این محکوم کردن ها همونطور که شما اشاره کردید هنوز هم ادامه داره. درست در دل این شرایط سازمان عفو بین‌الملل این گزارش کاملاً افشاگران از جنایت حکومت اعلام میکنه و خواستاری میشه که تحت تحقیق قرار بگیرن مقامات مسئول در جمهوری اسلامی. این ادامه همون روندی است که در انقلاب به اوج خودش رسید و از قبل از انقلاب هم این شروع شده بود. به این ترتیب به نظرم چیزی که تعیین کننده است، چیزی که خصت نمای این شرایط هست، اتفاقاً رسوایی جمهوری اسلامی، رو شدن دستش برای مردم ایران که همیشه میشناختنش
ولی برای مردم دنیا و اعتراضاتی علیه این حکومت که سر باز ایستادن نداره و همچنان ادامه داره. این خصلت نمای موقعیت جمهوری اسلامی چه در ایران و چه در جهان هست. همین دقیقی کشورهای عضو گروه بریکس هفته گذشته جمهوری اسلامی رو به عضویت این به اصطلاح پیمان پذیرفتن، اگرچه جمهوری اسلامی قرار رو فکر کنم از ژانویه سال آینده رسما به عضویت در بیاد و اینها. شما اخیرا در یادداشتی با عنوان گرداب انقلاب و ریسمان بریکس نوشتید که عضویت در این گروه دردی از مشکلات درمان نمیکنه، از مشکلات جمهوری اسلامی رو درمان نمیکنه، مشکلات جمهوری اسلامی رو درمان نمیکنه. چرا؟ آیا فکر نمیکنید پیوستن به این پیمان گروه بریکس بتونه مثلا تخفیف بده پاره از مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو یا حل بکنه؟ به نظر چنین امکانی وجود نداره، دلیلش هم روشنه. ببین این روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی با روسیه و چین و دیگر اعضای بریکس هم نکته تازه نیست. همیشه از ابتدا این نیروها، این دولت‌ها با جمهوری اسلامی همکاری وسیع داشتن، مبادلات اقتصادی وسیع داشتن. قبل از برجام، بعد از برجام، در دوره برجام اینها همیشه زیر بغل جمهوری اسلامی گرفتن و سعی کردن به نحوی تحریم ها رو دور بزنن و مبادلات اقتصادی هرچه گسترده‌تری با جمهوری اسلامی داشته باشن. از این نظر اتفاق تازه نیفتاده. اینطوری نیست که با عضویت در بریکس تازه در بازارهای این کشورها باز شده برای جمهوری اسلامی. این همیشه وجود داشته و با این حال جمهوری اسلامی هر روز بحران زده تر و از نظر اقتصادی به خصوص به ورشکستگی الان دیگه رسیده. حتی در دوره‌ای که برجام هنوز به صلاح ادامه داشت و به طور زیادی کمک های مالی جمهوری اسلامی دریافت کرد، میلیاردها پول دریافت کرد و سرمایه گذاری ها به نحوی شروع شد و غیره، اون موقع هنوز از بحران اقتصاد حکومت چیزی کم نشد. به مردم که هیچ چیزی نرسید، پول ها همش در جیب گشاد آیت الله ها و مقامات گم شد و از طرف دیگه از نظر فعالیت اقتصادی هم اتفاقی نیفتاد. الان که دیگه برجام کاملا مرده، تموم شده و رابطه بنابراین در این شرایط بخصوص رابطه با چین و روسیه و یا کشورهایی مثلا آفریقای جنوبی و برزیل و غیره نمیتونه، اگر میتونست دردی از حکومت دوا کنه تا حالا این اتفاق افتاده بود. میدونیم که حکومت از نظر اقتصادی کاملا در بنبسته، کاملا در تنگناست و راهی به جلو نداره و این نوع تلاش ها هم من فکر نمی‌کنم نتیجه بده. این از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی هم خب اون چیزی که جمهوری اسلامی همیشه به دنبالش هست این که از طرف غرب به رسمیت شناخته بشه، از طرف دولت‌های غربی، اروپایی، آمریکا و غیره. اگر روسیه و چین که همیشه حامی جمهوری اسلامی بودن، همیشه قبولش داشتن، یا کشورهای دیگه از این نوع کشورهایی که در بریکس هستن، اینا که شخ مسئله از نظر سیاسی با جمهوری اسلامی نداشتن. و رابطه غرب هم همچنان سر جای خودش هست، گرچه در دوره انقلاب هم که شما هم اشاره کردید بالاخره دولت‌ها و مقامات حکومتی در غرب به این طرف رونده شدن که علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن، در دفاع از انقلاب موضع بگیرن و الان با فروکش کردن مبارزات خیابانی این روند هم فروکش کرده و دولت ها برگشتن سر سیاست های همیشگیشون. ولی این سیاست های همیشگیشون به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی بخوز از نظر استراتژیک و جا باز کردن براش در بازار جهانی نبود و هنوز هم نیست. دارن گروگان ها را رد و بدل میکنن، آبسا زندانی سیاسی و کسایی که گروگان گرفته جمهوری اسلامی و میخوان با دادن امتیاز بهش آزاد کنن یا پولای بلوکه شده شو برگردونن یا از این قبیل اتفاقات. اینا هیچ کدوم به این معنی نیست که جمهوری اسلامی در جهان غرب و در بازار جهانی، اقتصادی جهانی که غرب درش هنوز نیروی تعیین کننده هست، جایی برای خودش باز کرد. بنابراین هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی پذیرفته شدن جمهوری اسلامی به بریکس نمیتونه دردی از این حکومت دوا کنه. خب حالا ما دو تا واقعه مهم داشتیم، اینکه بهرام که جمهوری اسلامی روابط خودش رو با عربستان عادی کرد
عربستان که همیشه علیه شعار میدادن و دشمنی میورزیدن برای رواتشون و روابط دیپلماتیک برقرار کردن، هم تو بریکس هستش که پیوستن جمهوری اسلامی به بریکس هستش. فکر نمیکنید اینها میتونه نشانهایی از این باشه که موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی به یک نوعی تثبیت شده باشه، یا خودشون حداقل این ادعا رو دارن؟ ببینید در کنار این فاکتورها یک فاکتور مهمتری هست که اون به نظر من تعیین کننده است، و اون هم خیزش توده مردم ایران هست که برای یک سال ادامه داره علیه این حکومت، و این انعکاس جهانی پیدا کرده و مردم دنیا، چهره ها و شخصیت های حتی هنری، ورزشی، بخشی از سیاستمدارها، نیروهای مترقی، نهادهای بین المللی، اینا همه توجهشون جلب شده به انقلاب زن، زندگی آزادی و حقانیت و مطلوبیت این انقلاب و محکومیت جمهوری اسلامی. این که گزارش افربنال اولین باری نیست که بهش اشاره کردین این گزارش مطرح میشه، در چند سال اخیر چنین گزارشاتی افربنال داده و در همه اونها جمهوری اسلامی رو کاملا افشا کرده، محکوم کرده. اینها نشوندند موقعیت جهانی جمهوری اسلامی هست. رابطه با دولت ها هم که گفتم کم و بیش ادامه داشته و الان نسبت به مثلا دوره اوج انقلاب این رابطه نزدیکتر هم شده. خب در بریکس نبود، به بریکس پذیرفته شده بود، این بالاخره از نظر جمهوری اسلامی یک گام به پیش در بلوک خودش، تقویت موقعیتش در بلوک خودشه و به این اعتبار فکر کنه در دنیا هم بیشتر مقبولیت پیدا میکنه. و یا رابطه با عربستان سعودی بالاخره بحران منطقه رو کمتر میکنه و یکی از تخاصمات منطقه به پایان میرسه و جمهوری اسلامی در کنار عربستان سعودی میتونه ادعا کنه که وارد نوع جدید از مناسبات در منطقه شده، که در ضمن زیاد مورد اعتراض غرب هم نیست، چون عربستان سعودی بالاخره هنوز به معنا به بلوک غرب متعلقه، یا در حال در هر دو جایگاهی برای خودش داره دست و پا میکنه. اینها بله تغییراتی هست که جمهوری اسلامی نسبت به گذشته نداشته. من نکتم این هست که همین تغییرات هم در جواب به انقلابی که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده داره انجام میگیره. من میتونم اینطور بگم که اگر این انقلاب نبود، مطمئن باشید که جمهوری اسلامی به این صرافت نمیافتاد که بره با عربستان سعودی روابطش رو مسالمت‌آمیز کنه، یا مواضع دیگه‌ای که گرفته در رابطه با مثلا برجام و غیر و غیره اینها عوض میشد یا تغییراتی پیدا میکرد. این تغییرات خودش ناشی از یک نوع موضع دفاعی حکومت هست در واقع، در مقابل حکومتی که از هر طرف، در مقابل انقلابی که از هر طرف محاصرش کرده و باید به این جواب بده. اینطور میتونم بگم پذیرفته شدن به بریکس در این شرایط قبل از هر چیز برای حکومت و حتی برای همپیمانان این حکومت مثل روسیه و چین این اهمیت رو داره که وجهه جهانی این حکومت رو برگردونه، بگن این هنوز در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است، هنوز یک حکومت به رسمیت شناخته شده است، در پیمان‌های بین‌المللی براش جا باز می‌کنیم. حتی هدف اینها به نحوی این است که جواب انقلاب ایران رو بدن. از نظر حکومت هم همینطوره. من گفتم همین گزارش خبرگزاری فارس خیلی خسته‌کننده و خیلی گویاست. تمام این فاکت‌ها که با عربستان رابطه‌مون خوب شد، به چین سفر کردیم، به بریکس پذیرفته شدیم، اسدالله اسدی آزاد شد و غیر و غیره، همین رو ردیف کرده برای اینکه بگه ما منصفی نیستیم. ولی خود اینا نشون میده که اینها رو در کارنامهشون در مقابله با انقلاب ایران و در مقابله با اپوزیسیون انقلابی ایران که تلاش داشت اینو منصفی کنه، در اون ستون وارد میکنن و از این نظر اهمیت سیاسی داره. و همین خاطر من فکر میکنم اگر این انقلاب نبود این اتفاقات هم نمیافتاد، یا لااقل به این شکل نمیافتاد، روند اوضاع جور دیگه میشد. این هم باز نشون میده که چطور انقلاب در ایران تاثیر میگذاره بر روابط حتی دولت‌ها، مناسبات دولت‌ها با جمهوری اسلامی، چه در بلوک خودش و چه در غرب. همین تقریبا تو این گفتگو تا حالا چند مرتبه ما اشاره کردیم به گزارش عفو بین‌الملل. این گزارش حدود 40 چند صفحه استش و اخیرا منتشر شده و در مورد ظلم و ستمی که به خانواده های جانباختگان روا داشته شده در ماهای اخیر در آستانه انقلاب زن، زندگی، آزادی مشروحاً پرداخته، به طور مفصلی پرداخته و زوایای مختلف این ظلم و ستم رو پرده برداری میکنه. میخوام
یه مرتبه دیگه اهمیت این گزارش رو، به خصوص در شرایطی که دولت ها مشغول سازش و مماشات با جمهوری اسلامی هستن رو زبان شما بشنوم. مثلا از دو جنبه این گزارش مهم و اهمیت داره. جنبه اول این هست که همونطور که اشاره هم کردید، به طور مشروعی و مستندی جنایت های حکومت در این دوره اخیر رو که برای مقابله با خانواده جان باختن و کلا مقابله با اوجگیری مجدد انقلاب داره انجام میده، این رو به طور مستند افشا میکنه با عدد و رقم، با اسامی، با فاکت های غیر قابل انکاری، نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا به چه جنایت های بی سابقه ای دست میزنه. ببینید، حمله به گورستان ها، خراب کردن سنگ قبرها، مزارها، حصار کشیدن دور گورستان، ممنوعیت مراسم سالگرد برای جان باختگان گرفتن، اینها در کارنامه دیکتاتوری شما پیدا نمی‌کنید. اینها تکون دهنده است و این گزارش این رو محور قرار داده به درست در این مقطع و کاملا به طور جامعی این رو افشا کرده. نکته دوم اهمیتش اینه که نتیجه گرفته. نتیجه گرفته این هست که گفته دولت‌ها صلاحیت قضایی رو دارن. این ممکنه که مقامات مسئول جمهوری اسلامی مسئول این کشتارها رو تحت تعقیب قرار بدن، بازداشت کنن. میگه بازداشت کنید، میگه این مقامات باید بازداشت بشن و میگه که این صلاحیت قضایی دولت ها دارن، همونطور که صلاحیت قضایی داشتن که محمد نوری رو محکوم کنن، همینطور اون رو محکوم کنن، همینطور هم برای دیگر مقامات جمهوری اسلامی این صلاحیت وجود داره. این بسیار اهمیت داره. ولی علاوه بر این دو جنبه مهم این گزارش، قضیه این هست که این یک اتفاقی نیست که در آسمان بی ابر افتاده. همونطور که گفتم در چند سال اخیر گزارش هر سال افبرمال چنین گزارشاتی داده. اگه یادتون باشه یکی یا دو سال قبل بود گزارشی داد با عنوان تخریب انسانیت و جمهوری اسلامی رو محکوم کرد به خاطر اینکه جنایت علیه بشریت داره انجام میده و اون هم خیلی مستعد و جامع بود. این روند رو شما بگذارید در کنار دادگاه هایی که در خارج کشور تشکیل شد قبل از این انقلاب برای محکومیت حکومت، مثل دادگاهی غیر از دادگاه استوکن، دادگاهی که در ایالت اونتاریو بود برای محکوم کردن مسئولین شلیک به هواپیمای اوکراینی که در اون به طور غیابی خامنه ای و سران سپاه محکوم شدند، دادگاه مادران آبان که به طور سمبولیکی تبدیل شد به یک تریبونی برای اعلام کیفرخواست و باز افشای جنایت حکومت در دهه 60، در 67 و غیره و همچنین در آبان ماه، تمام اینها یک روند رو نشون میده که ادامه اون امروز این گزارشی است که عفو بنورن میده و یا اینکه همین دیروز اعلام شد اگه اشتباه نکنم که مردم کانادا، ایرانیان و مقام کانادا اعتراض داشتن به اینکه قرار بود وزیر کشاورزی دوره روحانی رو بهش اقامت بدن، پذیرش بدن در کانادا و این مبارزات الان به نتیجه رسید. در دولت کانادا اعلام کرد که ممنوع ورود به کانادا. وزیر بهداشته بله، وزیر بهداشت قبلی دولت روحانی. این روند، این یک رونده، با انقلاب شروع نشده، از قبل از انقلاب این بوده. در دوره انقلاب اوج گرفته به این معنی که همونطور که گفتم سیاستمدارا، دولت‌ها، حتی نمایندگان پارلمان، حالا علاوه بر چهره‌های ورزشی و هنری و آزادی خواه دنیا، اینها اومدن صریحا علیه جمهوری اسلامی ایستادن. اون از کمیسیون زنان حقوق بشر سازمان ملل اخراج کردن، از کنفرانس امنیتی مونیخ اخراج کردن. این اتفاقات هم افتاد. این اتفاقات در ادامه این روندی بود که گفتم با اوجگیری انقلاب. الان که تظاهرات خیابانی و تجمعات افت کرده، فروکش کرده، طبعا این نوع برخورد دولت ها هم دوباره برگشته سر جای اولش، باز وارد همون سیاست های مماشات جویانه قبلی شدن. ولی این روند سر جای خودش هست، با انقلاب پایین و بالا نمیره. شروع شده از مدت قبل از انقلاب، ادامه داره و مطمئن باشید ما شاهد گزارشات بیشتری در افشای جمهوری اسلامی هستیم و همچنین تقاضاهای بیشتری برای محکوم کردن و بازداشت مقامات مسئول کشتارهای اخیر در ایران. این روند به نظر من گسترده تر هم در جهان خواهد شد. در آستانه انقلاب، اولین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی هستیم و مردم
و سیان خودشون دارن آماده میکنن برای دور جدیدی از اعتراضات که میتونه به احتمال زیاد منجر بشه به موج جدید انقلاب. فکر میکنید اگر این انقلاب اوج تازه بگیره چه تأثیری رو موقعیت جهانی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ خب روشنه به نظر من جمهوری اسلامی از این هم منزوی تر و درمانده تر در سطح جهانی خواهد شد. ما در ماهای اول انقلاب شاهد این بودیم، الان صحبت کردیم که چطور دولت های جمهوری اسلامی، خیلی از دولت ها موضع گرفتن، دولت غربی، چهره ها، سیاست مداران، و این روند مطمئنن با اوجگیری مجدد انقلاب بسیار وسیع‌تر از گذشته و عمیق‌تر از گذشته اتفاق خواهد افتاد. همین درخواستی که الان اعلام میکنه حرف بیرانند که باید سران جمهوری اسلامی دستگیر و محاکمه بشن، این تبدیل خواهد شد به یک گفتمان عمومی و خیلی از چهره‌ها، خیلی از نمایندگان پارلمان ها، خیلی از شخصیت ها خواستار این خواهد شد که این صورت بگیره. به نظر من اوجگیری انقلاب، همونطور که در دور اول دولت ها و همه دنیا رو متوجه حقانیت مبارزات مردم ایران کرد و جمهوری اسلامی رو در منگنه قرار داد، دور دوم بسیار بیشتر این اتفاق خواهد افتاد. در هر حال همونطور که گفتم عامل تعیین کننده رابطه جوری بگم عامل تعیین کننده رابطه جمهوری اسلامی با مردم در خود ایرانه و هرچه مردم معترض‌تر، گسترده‌تر، همبسته‌تر اعتراض کنن، به میدون بیان، تظاهرات و اعتصابات و تجمعات گسترده‌تر بشه، در سطح جهانی هم ما شاهد موضع‌گیری‌های بیشتر و فعال‌تری علیه جمهوری اسلامی و انزوای بیشتر این حکومت خواهیم دید. همین تقریبا من آخرین سال می‌خواستم بپرسم، خب حزب کمونیست کارگر ایران همواره بر سیاست بایکوت جمهوری اسلامی تاکید داشته، سیاستش بوده. میخوام بگم در شرایط حاضر برای پیشبرد این سیاست چه اقداماتی رو باز در دستور کار قرار داد؟ خب قبل از هر چیز بگم که انقلابی که در ایران شکل گرفت و ادامه داره کاملا زمینه رو فراهم کرده برای اینکه این سیاست فعالتر و گسترده‌تر به پیش بره. ما خب مدت ها قبل از این انقلاب این پرچم رو بلند کرده بودیم که جمهوری اسلامی رو خاطر جنایتاش علیه مردم ایران، جنایت علیه بشریت، باید در جهان منزوی بشه، ترد بشه، باید بایکوت بشه، همونطور که رژیم آفریقای جنوبی اینطور شد. این رو ما همیشه خواستیم. وقتی این انقلاب شکل گرفت توجه بیشتر به این جلب شد و این خواست بایکوت کردن تبدیل شد به یک سری خواستای مشخصی که همه در چارچوب بایکوت قرار می‌گیرن، مثل به رسمیت نشناختن سپاه پاسداران، گذاشتنش در لیست تروریست ها، مثل اخراج راه ندادن مقامات جمهوری اسلامی به کشورها، مثل بستن سفارتخانه‌هاش. اینا همه اجزای مختلف سیاست بایکوت ماست. بخاطر سیاست بایکوت باید در یک سری اقدامات خودش نشون بده و این از جمله اقداماتی بود که دیگه نه تنها حزب ما بلکه مردم در خارج کشور در تظاهرات و در فعالیت‌ها و در سخنرانی‌ها و بیانیه‌هاشون اعلام می‌کردن. این روند رو ما تلاش می‌کنیم که همچنان به پیش ببریم، فعالتر و زنده‌تر حتی به پیش ببریم و این در این میان اتفاقاتی مثل همین گزارش عفو بین‌الملل به ما کمک می‌کنه که مستند و با اتکا به نه تنها نیروهای اپوزیسیون در ایران بلکه ارگان‌های معتبر جهانی مثل عفو بین‌الملل این خواست رو به پیش ببریم. نمونه‌ای که در کانادا اتفاق افتاد که این وزیر بهداشت دولت روحانی رو ممنوع ورود کردن نشون میده که مبارزات ما مردم در کشور مختلف میتونه به نتیجه برسه. اگر اعتراضات و مبارزات در کانادا نبود این اتفاق نمیافتاد. این رو بعد ادامه داد. به نظر من در این که ما میگیم با اوجگیری مجدد انقلاب این روند هم تشدید خواهد شد و جمهوری اسلامی بیشتر منزوی خواهد شد، ولی برای اینکه همون انقلاب داره اوج بگیره بسیاری داره که ما از امروز چه میکنیم. ما فقط نظاره‌گران تاریخ نیستیم، حزب ما دخیله در ایجاد این شرایط نقش داشته و تلاشمون این خواهد بود که این پرچم منزوی کردن و بایکوت جهانی جمهوری اسلامی همچنان در اهتزاز نگه داریم و گام به گام اقدامات مشخصی که به این خدمت میکنه رو در دستور بگذاریم و از دولت ها بخوایم که جمهوری اسلامی هرچه بیشتر ترد و منزوی کنه. همین تقریبا بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم. دوستان عزیز، به همین جا وقت برنامه هفته پاسخ به پایان رسیده. براتون آرزوی روزهای خوبی دارم تا هفته دیگه. براتون آرزوی روزهای خوب و اوقات شاد و موفقی رو براتون دارم. پیروز باشید.
موسیقی